خوش اومدید به ویژه برنامه 60 دقیقه امشب. 40 سال پیش در چنین روزی حکومت پهلوی با رهبری آیت الله روح الله خمینی سرنگون شد. اندکی بعد نظام جمهوری اسلامی مستقر شد. پرونده آن انقلاب و پیشامدها و پیامدهایش همچنان در افکار عمومی باز است و هرچه می‌گذرد برگ تازه‌ای به آن اضافه می‌شود. مجید خیامدار نگاهی کرده به آنچه گذشت. اتفاقی بی‌نظیر در تاریخ ایران. خیزشی بزرگ با حضور طیف‌های مختلف سیاسی و توده مردم. شورشی سهمگین که حکومت را مستأصل کرد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تعویض بی‌حاصل 4 دولت طی 4 ماه. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من میایستم که این کار نشه. حرکت شتابان انقلاب پشت سر یک روحانی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. ارتش از خیابان‌ها عقب نشست. انقلاب پیروز شد. داستان انقلاب اما هرگز تمام نشد. سالها پیش از انقلاب علیه شاه، خود او حرکتی را با عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت آغاز کرده بود. انقلاب سفید یک رشته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود که شاه به موازات بستن فضای سیاسی پیش می برد. از جمله سهیم کردن کشاورزان در مالکیت زمین و دادن حق رأی به زنان. اما این اصلاحات مخالفان سرسختی داشت، مخصوصاً آیت الله روح الله خمینی. او بازداشت شد. 15 خرداد 1342 هوادارانش با ماموران امنیتی درگیر شدند. شماری از معترضان کشته شدند. آیت الله خمینی پس از آزادی به اعتراض علیه حکومت و شاه ادامه داد و از حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران به تندی انتقاد کرد. او به خارج از ایران تبعید شد. اما خاطره تلخ آن دوران هرگز نه از یاد او رفت نه از یاد شاه. انقلاب ایران توده‌های وسیع کشاورزان و دهقانان را از قید ارباب و رعیتی رهایی بخشید. در آستانه 15 سالگرد انقلاب سفید، مقاله‌ای از طرف دربار با اسم مستعار در روزنامه اطلاعات چاپ شد که هویت ملی و اعتبار مذهبی آیت الله خمینی را زیر سوال برده بود. نویسنده مقاله نوشته بود که روح الله خمینی عامل حزب توده و زمینداران بزرگ بوده تا با انقلاب سفید مقابله کند. هواداران آیت الله خمینی در قم اعتراض کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. عده‌ای کشته شدند. 40 کشته شدگان واقعی قم در تبریز به درگیری مرگباری انجامید. جلوم‌های خونین از این شهر به آن شهر تکرار شد. در این میان تعداد زیادی بانک، سینما و اماکن دیگر هدف حمله قرار گرفت. شاه گفت در حالی که او به مردم ایران نوید تمدن بزرگ می‌دهد، مخالفان اسلامگرا و کمونیست وعده وحشت بزرگ می‌دهند. آتش سوزی سینما رکس آبادان صدها کشته به جا گذاشت. مخالفان گفتند کار حکومت بوده تا آنها را بدنام کند. حکومت تکذیب کرد، اما تکذیبیش آبی بر آتش ناآرامی نریخت. با ناآرام‌تر شدن فضا، نارضایی از عملکرد سیاسی و اقتصادی حکومت هم نمایان‌تر می‌شد. با ادامه اعتراض‌های خیابانی در تهران، مقررات حکومت نظامی اعلام شد. اما معترضان اعتنا نکردند. هفدهم شهریور 57، ده‌ها نفر کشته شدند. مخالفان شمار کشته شدگان را تا هزاران نفر بالا بردند. آیت الله خمینی بعد از 14 سال تبعید در عراق تحت فشار قرار گرفت و در نهایت راهی فرانسه شد. او آنجا در کانون توجه بین المللی قرار گرفت. رسانه ها با او مصاحبه می کردند و او برای هر کس که می خواست پیام می فرستاد. در ایران بیش از 1000 زندانی سیاسی آزاد شدند. اما ناآرامی پایان نگرفت.
اطراف دانشگاه تهران درگیری‌های مرگباری رخ داد. شاه دولت را به ارتش بود غلامرضا ازهاری سپرد. شماری از مقام‌های حکومتی به اتهام فساد و بدرفتاری بازداشت شدند. تضمین می‌کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. دولت نظامی نتوانست اوضاع را آرام کند. اعتصاب‌های گسترده مخصوصاً در صنعت نفت بحران را عمیق‌تر کرد. صادرات نفت قطع شد و مردم با کمبود شدید سوخت مواجه شدند. در تاسوعا و عاشورا تظاهرات بزرگی به راه افتاد. معترضان خواهان پایان حکومت پهلوی و بازگشت آیت الله خمینی به ایران شدند. شاه یکی از مخالفان قدیمیش را به نخست وزیری منصوب کرد. شاپور بختیار از چهره‌های شاخص جبهه ملی بود. او با شروطی نخست وزیری را قبول کرد. از جمله مقید شدن شاه به قانون اساسی مشروطه، انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک و آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی در جزیره گوادلوپ واقع در منطقه کارائیب مشغول گفتگو درباره مسائل مهم بین المللی از جمله تحولات ایران بودند. طبق اسناد محرمانه دولت آمریکا که بعدها منتشر شد، جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا گفت سیر تحولات باید در این جهت باشد که ایران کشوری با ثبات، مستقل و مترقی باشد و در این حال دوست غرب و منبعی مطمئن برای صدور نفت باقی بماند. طبق این اسناد آیت الله خمینی بعداً در جواب سوالات فرستاده دولت آمریکا وعده داد که اگر آمریکا از حمایت حکومت ایران دست بکشد و بگذارد انقلابیون به قدرت برسند، روابط دو کشور دوستانه خواهد بود. آمریکا از شاه خواست زمام امور را به بختیار بسپارد و از ایران خارج شود، اما فرماندهان ارتش بمانند و حافظ روابط نزدیک ایران و آمریکا باشند. کارتر جنرال رابرت هایزر را به ایران فرستاد تا به امرای ارتش بگوید که محکم سر جایشان بنشینند و مشکل را پیچیده تر نکنند. از آن طرف آیت الله خمینی شورای مخفی انقلاب را برای هماهنگی انتقال قدرت تشکیل داد. شاه با خانواده‌اش از ایران رفت. گفت برای استراحت می رود، اما سفری بی بازگشت بود. سفرش از مصر آغاز شد و پس از سرگردانی در چند کشور در مصر پایان یافت. بعدها همانجا درگذشت. او در سالهای آخر عمرش با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد. بختیار دولتش را آخرین فرصت برای دموکراسی و حل مسالمت‌آمیز بحران معرفی می‌کرد. اگر که بنا باشه که هر کس در مملکت هر چه خواست بگه، این دموکراسی است. ولی وقتی که هر چی خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست. هیچ مملکتی قبول نخواهد کرد. بختیار زیر فشار سنگین مجبور شد راه را برای بازگشت آیت الله خمینی به ایران باز کند. او به محض ورود دولت جدیدی تشکیل داد. ایران حالا دو دولت داشت که هر یک دیگری را نامشروع می‌دانست. میگد که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشد، تو واجه هستیم یه مملکت دو تا دولت نداره، لیکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتیست که متکیه به آراء ملت است، متکیه به حکم خداست. دولت آقای مهندس بازرگان که الان یک دولت شرعی اسلامی است. آیت الله خمینی مهدی بازرگان را که چهره ملی و مذهبی بود به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب کرد. در این هنگام همافران نیروی هوایی ارتش و انقلابیون مسلح با گارد شاهنشاهی درگیر شدند.
در نهایت شورای عالی ارتش اعلامی بی‌طرفی کرد و سربازان از خیابان‌ها عقب نشستند. انقلابیون اماکن دولتی را تصرف کردند. انقلاب پیروز شد. بختیار مدتی مخفی بود و بعداً از ایران گریخت. او سالها بعد در فرانسه به قتل رسید. فرهنگی بنده چه کار کردم قربان؟ بفرمایید. جنایاتی که از سروانی، سروانی هم چه کار؟ پس از انقلاب بسیاری از کارگزاران دوران قبلی اعدام شدند. ولی پاکسازی بقایای رژیم گذشته پایان ماجرا نبود. خطری بشه، باید در نطفه خفه بشه. شاه هم همین میگه، هر کی با هم مخالفت باید بمیره. اینم که همین میگه. شاه هدف شاه، هدف چی بردم کشته شد؟ هدف شاه با امام زمین تا آسمون فرق داره. شاه به امام نمیاریم. کاری چه فکر کردید؟ شما ها رو میندازید میشه. ما همه توده ای هم هدف اینا چی؟ توده ای هدف اینا پرچم لا اله الا الله حکومت جمهوری اسلامیه. هیچ چیز دیگه. بله، بقیه چیزی دیگه نیست. در یک همه پرسی اکثر مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند. اما طولی نکشید که نیروهای موسوم به حزب اللهی رویاروی دگراندیشان قرار گرفتند. آیت الله خمینی سیاست پاکسازی عرصه سیاسی و مطبوعاتی را اعلام کرد. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و چمه نوشتجاتی که اینها کردن و بر خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم. طی ماه‌ها و سال‌های آینده اسلام‌گرایی و آمریکا ستیزی سیاست غالب حکومت شد و دگراندیشان از میدان بدر شدند. بیام بیشت ولی اسلام گرایان هم نتوانستند شرایط مطلوبشان را کاملا حاکم کنند. ما جامعه اسلامی نداریم. ما دولت اسلامی هم نداریم. اون مراحل چندگانه‌ای که ما مطرح کردیم تو دولت اسلامیش هنوز ما موندیم. بعد از دولت اسلامی نوبت جامعه اسلامی است. طرفداران حکومت به دستاوردهای انقلاب اشاره می‌کنند. ولی بسیاری دیگر معتقدند که در مجموع وضع بهتر نشده و در مواردی بدتر هم شده. پارسال در خواستگاه اعتراض‌های انقلابی شعارهای سلطنت طلبانه سر داده شد. چهل سال پس از انقلاب مردم ایران هنوز آزادی، عدالت و زندگی بهتر آرزوی بسیاری از ایرانیان است. مجید خیام‌دار، BBC. مهدی جلالی تهرانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک در آمریکا با ماست. آقای جلالی تهرانی، در گزارش مجید هم دیدیم که سرعت تحولات در یک سال پایانی انقلاب به شدت افزایش پیدا کرد. به نظر شما علت این سرعت چه بود؟ ببینید، برحال فاصله‌ای که مردم از رژیم شاه داشتن از دیرباز وجود داشت و مردم به حاشیه رونده شده بودند و شاه به عنوان تنها عقل کل که بتونه سکان کشتی ایران رو در دست داشته باشه یک نگاه اختراع کرد که امروز هم دقیقاً می‌بینیم در فرهنگ استبداد پذیر ما وجود داره، مسیر خودش رو می‌رفت و با کسی هم مشورت نمی‌کرد. بنابراین زمینه‌های انقلاب از دیرباز در ایران وجود داشت. در واقع انقلاب اسلامی سال 57 قطعاً انقلاب اسلامی بود، برخلاف نظری که چپ‌ها داشتن و می‌گفتن که آخوندها بعداً دزدیدن انقلاب رو. این انقلاب دوم بعد از انقلاب مشروطه بود. مردم در انقلاب مشروطه می‌خواستن که دو منبع قانون‌گذاری ما داشتیم یکیش رو تغییر بدن و اون هم سلیقه پادشاه بود. می‌خواستن که من قانون‌گذاری رو نهادینه بکنم. نه توانستن کار بکنن. با اینها در همانطور که الان اسم جمهوری اسلامی هستش و جمهوری نیست، اون موقع مشروطه نبود. بنابراین شاه رو خلق کردن، اما منبع دوم قانون‌گذاری که شریعت بود رو هنوز امتحان نکرده بودن و اون رو ما در این 40 سال امتحان کردیم. از این جهت تحولاتی که در سال آخر
شاه به وجود اومد رو نباید فقط در اون مقطع نگاه کرد، بسترش از خیلی پیش فراهم شده. بعضی از مخالفان معتقدند که شرایط امروز ایران شباهت‌های زیادی به سال 56 و 57 داره. آیا فکر می‌کنید که امکان یک انقلاب جدید و دوباره در ایران وجود داره؟ ببینید، انقلاب جدید یا انقلاب سوم در واقع غیر قابل اجتناب هست، از این جهت که منبع دوم قانونگذاری سنتی که ما داشتیم یعنی شریعت هم باید کنار گذاشته بشه. در واقع انقلابی که امروز باش مواجه هستیم اولین انقلاب در تاریخ جهان هستش که یک ملت به طور کلی در مقابل تحمیل شریعت قیام خواهند کرد. این اتفاق باید بیفته، چاره‌ای به جز این وجود نداره. تجربه اصلاحات نشون داد که امکان پذیر نیست و تا مادامی که نام اسلامی روی حکومت جمهوری اسلامی هست هیچ گونه فرجی حاصل نمیشه، هیچ تغییری نمیتونه صورت بگیره. بنابراین غیر قابل اجتناب هستش و زمانی باید برسه که مردم ما بتونن قانونگذاری رو در اختیار مردم قرار بدن. جفرسون 240 سال پیش میگه که بیایم به کسی اعتماد نکنیم و فقط به قانون اعتماد بکنیم. ما 240 سال از این ماجرا، از این قافله بشری عقب هستیم. همیشه یک منصب مادام العمر داشتیم. مشکل اصلی استبداد در ایران، یا دقیق‌تر بگم بهانه استبداد در ایران، منصب مادام العمر بوده، چه پادشاهی چه رهبری ولایت فقیه. اما این انقلاب مشابه انقلاب سال 57 نخواهد بود، به خاطر اینکه اون تصوری که بکنیم راهپیمایی میلیونی در تهران و تهران بخواد تصمیم گیرنده باشه نخواهد بود. انقلابی است که در شهرهای مختلف به وجود میاد، به خاطر اینکه مطالبات متنوع هستش و به صورت بسیار اتمیزه‌تر نسبت به انقلاب سال 57 خواهد. به نظر شما چه راههایی باید طی بشه که اشتباهات گذشته تکرار نشه؟ قطعا شاید بشه گفت ثابت ترین و مشخص ترین مسئله همین هستش که ما در مقابل منصب مادام العمر قطعا باید بایستیم. به همین جهت نمیشه الان اپوزیسیون ما با کسانی که مشروطه خواه هستن ائتلاف داشته باشه، به خاطر اینکه اون منصب مادام العمر رو اونها میخوان برقرار باشه. از طرف دیگه ما مشروط خواهی رو باور میکنیم که صداقت داشته باشه در حرف خودش، که بپذیر پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه پهلوی پادشاهی مشروطه نبوده و استبدادی بوده. اگر کسی خودش رو امروز مشروط خواه بنامه و در این حال تمجید بکنه پهلوی ها رو، نشون میده که در درک مفهوم مشروطه اشتباه میکنه. ملت ایران مشروطه رو چه در حالت فقاهتش که اصلاح طلب ها میشن، چون اصلاح طلب ها هم عملا مشروطه خواهند دیگه، فقط ولی فقیه رو میخوان اونجا باشه، چه در حالت پادشاهیش تجربه کردم. الان نوبت این هستش که دیگر به هیچ انسانی اعتماد نکنیم و به قانون اعتماد کنیم. دموکراسی که به وجود خواهد آمد دموکراسی توافقی خواهد بود. خوشبختانه در آینده ایران مونوپولی قدرت در اختیار هیچ کسی قرار نمیگیره، هیچ کسی فرادستی نداره. بنابراین ما با دیکتاتوری روبرو نیستیم. همه مجبور میشن که پای میز مذاکره بنشینن و با هم یک دموکراسی توافقی رو داشته باشن. اما از سوی دیگه اگر ما به این دموکراسی توافقی نرسیم، نگرانی چیزهایی از قبیل جنگ داخلی و هرج و مرج در داخل ایران میتونه خیلی جدی باشه. آقای تهرانی، به نظر میاد که بخش از تحلیل شما با واقعیت هایی که الان ما در اپوزیسیون میبینیم یه ذره خوشبینانه میاد. ما میبینیم که همین الان اپوزیسیون جمهوری اسلامی با خودشون خیلی هاشون مشکل دارن، اصلاح طلب، مشروطه خواه، کسی، یعنی گروه های مختلف همدیگر قبول ندارن. چطور شما فکر میکنید که اینها در آینده میتونن با هم کار بکنن و ما شاهد یک ایران دموکرات باشیم؟ نگاهمون رو باید از اپوزیسیون عوض بکنیم. اتفاقا مهمترین مانع عدم تغییر نظام جمهوری اسلامی در طول این 40 سال همین اپوزیسیون بوده. ما باید از این اپوزیسیون فراتر بریم. در نظر بگیرید که خمینی هم اپوزیسیون شاه نبود. خمینی جزو حزبی نبود، جایی نبود. در واقع رجوع مستقیم مردم داشت، البته در شکل پاپولیستی.
ولی الان ما از نهادهای مرجع اجتماعی، نهادهای مدنی میتونیم استفاده کنیم. اپوزیسیون ما اپوزیسیون خردمندی نیست، اپوزیسیون باهوش نیستش، اپوزیسیونی که شکست خورده. ببینید الان همشون دارن میگن از شخص آقای شاهزاده رضا پهلوی تا چپ ها مخالفین او، همه دارن میگن که ما 40 سال مبارزه کردیم. این مفهوم برای نسل ما باید عوض بشه. 40 سال مبارزه کردن و به نتیجه نرسیدن یعنی شکست. ما باید برنده شدن، پیروز شدن رو یاد بگیریم. تلاشی که بکنیم حالت عرفانی که همینطور ادامه بدیم هیچ ارزشی تولید نمیشه باهاش. پس اگر اپوزیسیون در این 40 سال شکست خورده، باید از آن که به عنوان اپوزیسیون امروز میشناسیم حتما عبور کنیم. و این عبور هم اتفاق میفته. یعنی الان یکی از دلایلی که ما در همین یک سال ندیدیم که هیچ کدوم از اپوزیسیون ها با اعتراضات مردم یک تقاطعی داشته باشن، برخورد داشته باشن و اعتراضات موازی پیش میرفت، اپوزیسیون هم حرفای خودشو میزد و سعی میکرد فرصت طلبی بکنه از ماجرا، همین یک سال نشون داد که مردم نه به جمهوری اسلامی اعتماد دارن و نه به اپوزیسیون اعتماد دارن. اینکه اعتماد بین مردم از بین رفته از جهت جامعه شناسی، جامعه شناسان به ما میگن خیلی خطرناکه و واقعا هم خطرناکه، اما امکان این که ما بهره برداری درست از این بی‌اعتمادی بکنیم و اعتماد رو به قانون جلب بکنیم و توافق وجود داره. متشکر از شما. مهدی جلالی تهرانی از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو جریان سوم با ما. روزنامه‌های اصلی 40 سال قبل در روزی که رژیم شاهنشاهی سقوط کرد کمتر نشانی از پیروزی انقلاب دارند. بیشتر تیترها و عکس‌ها خبر از درگیری‌های مسلحانه و نبرد خیابانی می‌دهد. مسعود بهنود و مریم افشنگ نگاهی انداختند به روزنامه‌های کیهان، آیندگان و اطلاعات در روز 22 بهمن 57. سلام آقای بهنود، امروز آخرین مجموعه از مرور مطبوعات انقلاب خواهد بود همزمان با 22 بهمن و روز پیروزی انقلاب، ولی چیزی که ما از روزنامه های ایران داریم میبینیم تصاویر جنگ و نبرد و درگیری در خیابان ها هست. بله، اطلاعات که هم به خصوص مورد نظرمون داریم نگاه میکنیم هنوز به اعلامیه ارتش پخش شدنش نرسیدن و صفحاتی که بستن تحت تأثیر یک نوع هیجانه که در تهران هم به خصوص، البته در شهرستان هم کم و بیش بود. دو سه تا تیترا رو ببینیم. پادگان عشرت آباد شورش کرد، مردم برای دفاع از انقلاب در سراسر شهر سنگر بستن و چیزهای تیترای از این دست. بریم کیهان رو ببینیم. حالا کیهان علاوه بر این که همون رو داره، یه ذره هم تصویرها خشن‌تر میشه با این جنازه‌های پایین و اینا و صحنه جنگیش یه ذره غلظت پیدا میکنه. غیر از این اون وسط هم یک کادری رو دارید میبینید که مجاهدین خلق، چریکای فدایی خلق، چریکای فدایی منشعب که مقصودش اکثریت افراد مسلح حزب توده در نبردهای مسلحانه نقش فعال دارن. در حقیقت انگار یه نوع تبلیغ راجع به جناهای غیر مذهبی هم هستش، چنان که روز قبلش هم مصاحبه از آقای کیانوری که دبیر کل حزب که هنوز نیومده بود به ایران او رو منتشر میکنن. حالا چاپ دوم کیهان رو هم که میبینیم، گرچه تیتر اصلی شو اینا رو نگه داشته ولی رسیده به رادیو و خبری که از رادیو پخش شد که نشون میداد فرمانده‌های نظامی به مردم پیوستند، یعنی بی‌طرف شدند. پس من اینجا میگه ارتش اعلام بی‌طرفی کرد. اما اجازه بدید که بریم عکس ها رو هم ببینیم. تو عکس ها هم باز انگار یه وسوسه‌ای برای توصیف جنگ خیابانی و اینا هم وجود داره که میشه فهمیدش، رسما سنگربندی محله های تهران سنگربندی شد و اینا، صفحه کاملا جنگیه. حالا دیگه از غروب 22 بیایم بریم روزنامه فردای آیندگان رو ببینیم که داره تمام روز 22 رو کاور میکنه با تیتر شاهنشاهی در ایران منقرض شد. بله، رسما یعنی داره اعلام میکنه، تموم شده به خاطر اینکه اون اعلامیه پخش شده. بعد شما حالا یک صفحه سیاسی رو دارید میبینید که چند تا خبر توشه که الان بعد از 40 سال هم خیلی مورد توجه عمومی نیست. رئیس ستاد ارتش با بازرگان همکاری میکنند. از قول مهندس بازرگان میگه که رئیس ستاد ارتش یعنی تیمسار قره‌باغی قول داده است که ارتشی‌ها با مردم همراه باشن، یعنی جلوی خونریزی گرفته بشه. در راهلای سیاسی حرف میزنه، هنوز دارن راهل سیاسی پیدا میکنن. حالا عکسای کیهان و اطلاعات رو دیدیم که تقریبا شبیه همدیگه بودن، صحنه جنگی بود دیگه. ولی فردا صبحش که آیندگان در اومده
عکس‌های آیندگان داریم می‌بینیم. اتفاقا آیندگان حتی وقتی اون پادگان نظامی اشتات آباد اون بالا نشون میده، همه جا از همکاری مردم و ارتش میگه. یواش یواش یک آرامش چند روزه ای، شاید یه هفته ای اتفاق افتاد، تا اون وقت دیگه خشونت‌های بعد از انقلابی شروع شد. می‌خوایم بریم مجله فردوسی رو ببینیم. مجله فردوسی به هر حال در اون زمان هفتگی نزدیک به روشنفکرا بود، یعنی اصولا از بین همه نشریات هفتگی فردوسی سنگین‌ترینشون بود و نزدیک‌ترینش به روشنفکرا. بیشتر شعرها و قصه ها و داستانها و حکایتهای اونجا تو اونجا میدیدیم. به همین جهت هم الان ولی بازم اینجا دیده بهار آزادی، بله، تو صفحات داخلش هم نشون میده که کاملا به انقلاب پیوسته. تهران مصور رو، مثلا تهران مصور رو نگاه میکنید، مقاله آقای مهری رو، آقای حسین مهری که مقاله نویس اصلی تهران مصور بود، شروع میکنه با روزگار صفاک به پایان رسید. این معمول بود، ما هم گفتیم معمول بود که در اون روزا که مردم تو خیابون بودن یه اسمگذاری شد به شاه، خلاصه شد در صفاک، به کار رفته، یعنی هنوز معنی صفاک اونطوری بود. روزگاری همه شب همه سیاه، روزگاری سیاه، سیاهی همه جا بود، تباهی اخلاق روز بود، میکشتند و میکشتند، اما مخوفترین حربه رژیم کشتن و سوزاندن و خفه کردن و کندن گورهای جمعی و پر کردن دریاچه از جسد نبود. رژیمی که سقوط کرده روز قبل اینطوری توصیف میکنه آقای موری. ولی جمله آخرشون برای من جالب تره که میگه که میگویند انقلاب فرزندان خود را میخورد، انقلاب ما مصداق این گفته نخواهد شد. امیدواری، ابراز امیدواری کرده که نشه، که البته اینطور هم نشد. ولی اشاره که کردین به صحبت‌ها و نوشته‌هایی که روشنفکرها در اون زمان و در واقع یه جور حمایتشون از انقلاب بیان می‌کردن، شاید بد نباشه که اینجا شعری بخونیم برای آخر برنامه از آقای اسماعیل خویی. اولش میگن که من چه میگفتم ای دل غافل، این مرد به خدا میماند، او تمام دل این مردم را انگار چون خدا میداند. در آخر هم این شعر میگه ای دیده وران، از شما میپرسم، چون بود که آن پیکره طاغوت این چنین غافلگیر به درک واصل شد بی واسطه تابوت. روی عمومی بود البته. ممنون آقای بهنود. مرور مطبوعات در این 10 روز برای منی که اون زمان خیلی بچه بودم، خب خیلی تجربه جالبی بود. مرسی. ممنون از هر دوی شما. به پایان بخش خبری میرسیم. از طرف من و جمال خداحافظ.